ادامه داستان. اما قبل از آن که دانلد مجبور به کشتن گربه شود، موشها از هر سو به سمتش حمله کردند و به سرعت میان حمله آنها تکه تکه شد، آنچه هر سهشان را غرق وحشت کرد. شهر لزبورن با حیوانات وحشی و آلوده پر شده بود، شهری که به نظر می رسید ساکت و مرده است. حال میزبان گوشتواران بیرحم شده بود. با دیدن این صحنه های ترسشان بیشتر شد و دانلد اسلحه‌اش را بیرون آورد و گفت بهتر از بیشتر مراقب باشیم. انتظار نداشتم با چنین چیزهای مواجه شوم. آنان به زودی وارد دومین کوچه شدند. آنجا روشن‌تر بود و نور ضعیف تیرهای برق فضای وهم آلودش را با نور کمرنگ روشن کرده بود. کوچه‌ای که هر از گاهی با چشمک زدن لامپ‌های ترسناک‌تر به نظر می‌رسید. این بار اواسط کوچه گوشه دیوار قدیمی جنازه خوگی را دیدند. دانلد به دقت خم شد و نگاهش کرد. دستان خوک با تناب بسته شده بود و شکمش دریده شده بود. او جنازه را تکان داد و موشها با سر و صدا از درون شکمش بیرون آمدند و متفرق شدند. اثر بریدگی نشان می داد که این عمل توسط انسان انجام شده است. شاید صاحبش و شاید مرد دیوانه‌ای که از تباهش داروی مخدر به این شکنجه بیرحمانه دست زده بود. پوست حیوان در چندین نقطه کنده شده و مغزش با ابزار تیز شکافته شده بود. او حتی توانست قمه خونین را از آن طرف تر از لاشه پیدا کند. قمه‌ای که شاید برای پیدا کردنش در شهر باید کیلومترها جستجو میکرد و حالا براحتی در گوشه و کنار کوچه ها یافت میشد. اندک بعد از کوچه خارج شدند و به خیابان اصلی رسیدند. خیابان دو طرفه ای که چراغ های راهنمایش خاموش بود. اینجا برخلاف کوچه نور بیشتر داشت و اطرافشان قابل دید بود. روبرویشان خانه نبود، بلکه این بار ساختمان عظیم در سمت دیگر خیابان دیده می شود. ساختمانی که یکه و تنها در میان خیابان جلب توجه می کرد. خالو بودن آن اطراف دلهره آور بود. دیانا بازوانش را به هم فشرد و گفت حس خوبی ندارم. اینجا یک شکل دیگری هست.